دوستان عزیز و بینندگان گرامی، تبار هستم. من این برنامه مافیای ونکوور و برنامه که الان دارم باهاتون میبرم جلو، چوبده بازی های ناشیانه تلویزیون پرواز و انجمن فرهنگی ترای سیتی و این حضرات، ویدیویی که الان من بهش خواهم پرداخت، برصد نمایندگی میکنن تلویزیون پرواز رو و انجمن فرهنگی ترای سیتی رو. من قبل از اینکه به این شعبده بازی ناشیانه بپردازم، اول بذارید توضیح بدم چرا میگم شعبده بازی. به خاطر اینکه یه موقعی یه سری آدم ها میان خودشونو میزنن به اینکه اصلا ما همدیگر رو نمیشناسیم، یه موقعی مخاطب خودشون رو مثل من رو احمق احساس میکنن و مسائل رو جوری توضیح میدن و در موردش صحبت میکنن که فرض کنید ماها نمیفهمیم که داستان چه جوری هست. و علت این که بازم میگم ناشیانه، برای این که حداقل اون کسایی که تو این زمینه ها واردن، آدم ها رو بذارن سر کار، یه شکلی باید آدم ها رو بذارن سر کار که اونا متوجه نشن. ولی این دوستان عزیز و نازنین ما، یعنی آقای مجید ماهیچی صاحب تلویزیون پرواز و این آقای عبدی مدیر جدید انجمن فرهنگی ترای سیتی، بذارید توضیح بدم. اول از این، تلویزیون پرواز تلویزیون نیست به اعتقاد من، و اگرم دوست داشتن میتونم باشون مناظره‌ای داشته باشم، بهشون ثابت بکنم که این تلویزیون نیست. یه نفر وقتی میره فیلم میگیره، ادیت میکنه، گزارش تهیه میکنه، گزارش کنار همدیگه میگذاره، اسم این اساساً تلویزیون نیستش. وقتی اسم یک رسانه تلویزیون هست که توی جامعه فعال هست، برنامه های همیشگی داره، به همه مسائل اون شهر میپردازه و اینکه به قول خودشون ادیت میکنن یه سری برنامه ها رو، فیلم ساز هستن، سابقه خیلی زیادی دارن، اسم اینو نمیشه گذاشت تلویزیون پرواز. یعنی تلویزیون نمیشه گذاشت. البته خب الان توی شهرمون دیگه آریا هم، یه تلویزیون آریا هم ما داریم، سباشو هم هست. و اما آقای عبدی اسم این انجمن رو گذاشتن انجمن فرهنگی ترای سیتی. من دو سه تا ویدیو برای ایشون فرستادم و اینا جوابی تا الان به بنده ندادن که جواب این صحبتایی که من در رابطه با کارهای فرهنگی آقای عبدی که وارث چندین سال حرکت‌ها یا به اصطلاح برگزاری جشن‌های ملی ایرانی‌ها هستند ندادند. یک، توهین‌های بسیار وحشیانه‌ای از طرف این حضار و این حضرات و این رؤسا به هنرمندان ایرانی داخل ونکوور شده. لطف کنید بعداً به گوش این دوستان برسانید و بگید آقای مجید ماهیچی، شما که تلویزیون دار هستید، تا حالا از اینا سوال کردی چرا به هنرمندان ما اینا توهین کردن؟ مثلا یک هنرمندی میاد، یه مثال براتون میزنم، آقای امیر اخوت یکی از استادای رشته موسیقی هستن، توی دانشگاه هم درس میدادن، به من جواب بدید چرا آقای امیر اخوت نیومد با انجمن شما همکاری جدی بکنه و رفت خودش اهالی موسیقی رو درست کرد و به ثبت رسون تا بتونن هم برصد به هنرمندا کمک بکنن و هم که به اصطلاح به فعالیت‌های هنری موسیقیای خودشون بپردازن. آقای عبدی عزیز، شما که اسم این انجمن رو گذاشتید فرهنگی، چرا نمیتونید این افراد رو جذب کنید؟ من تو خود همین شهری که شما داری زندگی میکنید خیلی ها رو میشناسم، اومدن با شما کار کنن،
اصلا برخوردهای اولیه شما با این آدما انقدر غیر فرهنگی و گاهی اوقات غیر انسانی بوده که اومدن پشت سرتون خندیدن. اگر کار فرهنگی بلد نیستید، دعوت کنید اگه کسایی که کار فرهنگی بلدن بیان این کار رو انجام بدن. بله، اگر میخواید این کار فرهنگی رو انجام بدید، به هنرمند نگید سر پول دادن چونه زدن رو شروع کنید، نگید ما میخوایم شما ها رو معروف کنیم بیاید برامون، تازه مجانی هم اونجا آواز بخونید یا کار کنید. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من یه مقداری توجه شما رو به این ویدیو جلب میکنم، برای اینکه یه طرف زیاد به راحتی میتونن از پلن ما استفاده کنن و اینم خودش جای واقعا سربلندیه و افتخار است که دوستان ما تونستن این کارو. خسته نباشید جناب عبدی عزیز، اگه نکته‌ای هست بفرمایید، وگرنه یک من با اون بتونیم. ببخشید من این مقداری ویدیو رو میبرم عقب. بلندیه و افتخار است که دوستان ما تونستن این کارو. خسته نباشید جناب عبدی عزیز، اگه نکته‌ای هست بفرمایید، وگرنه یک برنامه شاد دیگه‌ای که خب جناب آقای عبدی رو داریم در برنامه خودمون. آقای بهزاد عبدی عزیز، متشکر از این که حضور دارید در برنامه ما. برای دوستانی که به تازگی به ما پیوستن باید عرض بکنیم که برنامه ما در رابطه با 12th سال هست که انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی داره تلاش میکنه در شهر. پس دوستان عزیز و بینندگان گرامی، 12 سال انجمن فرهنگی ترای سیتی به نمایندگی از ما ایرانی ها دارن یه سری فعالیت های فرهنگی رو میکنن. من میخواستم از مدیر جدید انجمن فرهنگی ترای سیتی سوال کنم، شما جواب بدید. اون کسایی که اومدن با شما همکاری کردن و رفتن، مثل خانم فیروزه، مثل شهباز، مثل حمید نیک، مثل کسایی که بهشون پیشنهاد دادید ولی نیومدن باهاتون کار کنن. همین دیروز من توی لوهیتمان بودم، یه آقایی که برصد از آلمان اومدن، چون هم گفتن با منم صحبت کردن. من میخوام از شما سوال کنم، شما حداقل بیایید شفاف بدون سانسور صادقانه با ماهایی که دارید به اسم ما از شهرداری ترای سیتی پول میگیرید برای اینکه جشنهای ملی ماها رو برگزار کنید، چه اتفاقی برای این هموطنهای شما افتاد؟ چرا اونا دیگه با شما همکاری نمی کنن؟ من صبر میکنم شما لطف کنید به این سوالای من جواب بدید. دو، شما خودتون میدین آقای مهدی حسینی از همکاران جدی آقای مجید ماهیچی هست، با همدیگه دارن همکاری میکنن، ایشون هم توی هیئت مدیره این انجمن ترای سیتی هستن. من از شما سوال میکنم، آیا آقای مجید ماهیچی بابت تبلیغاتی که برای شما میکنه پول میگیره یا پول نمیگیره؟ لطفا این دارو کلیر کنید، شفاف کنید. یه سوال دیگه از شما دارم آقای عبدی و آقای ماهیچی، جفتتون رو مخاطب قرار میدم به خاطر که هر دو وظیفه دارید. شیش کباب، پاپا شیش کباب که یکی از ساپورت کسایی بود که همیشه جشنهای شما رو ساپورت میکرد، حمایت میکرد. من یادمه توی یکی از این جشنهای فکر کنم چهارشنبه سوریتون، صف شیش کباب طولانی تری صفی بود که توش وایساده بودن، به خاطر که خب آقای اسمشون من نمیخوام بیارم، من اسم بیاریم شاید ایشون ناراحت بشن. به اصد مدیریت شیش کباب سالیان سال توی این بیزینس بودن و میدونستن غذاهای گریک و ایرانی رو چجوری درست بکنن. چی شد که ایشون دیگه توی سالهای دیگه توی برنامه شما شرکت نکرد؟ چرا شما نمید اینا رو با هموطنهای ما در میون بگذارید؟ آیا اینا مسائل نیست که ما در موردش حرف بزنیم؟ شما اسم خودتون رو گذاشتید انجمن فرهنگی ترای سیتی،
آیا ارتباطات انسانی بین آدمایی که دارن توی این شهر زندگی میکنن اینا جزء فرهنگ ما نمیشه؟ آیا وقتی من میام میگم شما دارید با همه چیز بیزینس میکنید، بیشتر از هر چیزی فرهنگ و فدای پول میکنید، میاد جواب منو بدید؟ من شما رو دعوت کردم به یه صندلی داغ، ولی شما هنوز حاضر نشدید روی این صندلی داغ قرار بگیرید. حتی شما جواب ویدیوهای منم ندادید. چرا؟ یعنی من آدم نیستم؟ من حق ندارم از شما سوال کنم؟ این همون برخوردایی نیست که توی ایران میشه با هموطنای ما؟ آیا شما میه جواب بدید که این برخوردا یعنی چی؟ یه مقداری که شما ویدیو رو نگاه کنید، من دوباره برمیگردم خدمتتون. در رابطه با کامیونیتی خودش فعال باشه و برنامه‌های متفاوتی رو برگزار کنه. گزارشی که دیدید در واقع در زمینه معرفی یک گروهی بود به نام گروه سلامت یار که باز هم از طرف انجمن فرهنگی ایرانیان ترایسیتی بود که بعد از دوران کرونا. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، همطور که من خدمتون عرض کردم، آقای مجید ماهیچی و این آقای عبدی خیلی خوب همدیگر رو میشناسن، با همدیگه همکاری میکنن. آقای مهدی حسینی از کسایی که سالیان سال فکر کنم توی این انجمن فرهنگی دست دارن، برنامه هاشون رو به هر صورت برنامه ریزی میکنن، انترتینر هستن و این برخوردهایی که الان ایشون دارن میکنن با همدیگه اینا یه مقداری شعبده بازی های ناشیانه است. تو خود همین شهر ما هنرمند به اندازه کافی وجود داره، ولی اینا میگن ما پول نداریم، پول کم داریم، بعد میرن از جاهای دیگه خواننده میارن. چرا؟ دوستان عزیز و بینندگان گرامی، برنامه امشب در رابطه با مافیای ونکووره. توی شهرمون، توی کشورمون همینطوره. توی کشور که دیگه خیلی مافیا خیلی پیچیده است، یه مافیای خیلی جدی داره تمام دولت رو میگردونه و خیلی راحت برصد هم کاری که شما خبرایی که میشنوید میکنن دیگه، حالا جزیره ها رو میفروشن، هر کاری که دلشون بخواد میکنن. من میخوام خدمت شما بیننده عزیز عرض کنم این جامعه‌ای که توی ونکوور وجود داره یه کپی کوچک متاسفانه و متاسفانه از همون جامعه بزرگه. یه مثال دیگه براتون میزنم، برنامه امشب رو تموم میکنم. دو تا هنرمند، در این دو گروه هنرمند، یکی تنها با بنیاد ایران و کانادا تماس گرفتن، یا اونا با این آقایی که اسم اولش سین داره، نمیتونم اسمش رو الان بگم، من خواستید به من زنگ بزنید اسم این آقا رو میگم من، چون فعلا میترسن بیان به اصطلاح برنامه لایف شرکت بکنن. آقای مشیری یکی از رؤسای بنیاد ایران و کانادا با ایشون قرار میذاره 550 دلار به این هموطن تازه وارد به کانادا یا ونکوور که اون زمان فکر کنم یک سال بود اومده بود بده. برنامه که تموم میشه 100 دلار میذاره کف دست این آقای هنرمند که از یه جای دیگه با یه تاکسی گرفته بوده، وسایل موزیک رو گذاشته بوده توی ماشین، تاکسی تو ماشین هم نداشته خودش، اومده اونجا برنامه ای رو که یک آقای دکتری به اصطلاح اسپانسر شده بوده، تمام مخارج اون برنامه رو اون آقای دکتر داده بود، نمیدونم اسم اون دکتر چی هستش، ولی به این هموطنمون 100 دلار پول میده. هموطن عزیز گرامی که میاد اسم خودتون رو میذارید بنیاد ایران و سلام از ماست، چنگیز عزیز درود عرض میکنم خدمتون، بله 100 دلار میده به این موزیسین. حالا نمیدونم بسد ایشون میگم من توی ایران آموزشگاه داشتم و با من که صحبت میکرد میگم من اصلا جامعه ایرانی دیگه بدم میاد، نمیخوام با جامعه ایرانی کار کنم و برنامه گذار و معذرت میخوام میگو برنامه گذار، این حرف اون آقایی که بعدا اگر حاضر شد اومد توی برنامه من شرکت کرد خدمتتون عرض میکنم. آقای مشیری عزیز اگر ممکنه
450 دلار این هموطنی که شما رو میشناسه و شما منو میشناسه و توی مسیجایی که به هم دیگه دارید انگار فش و فشکاری هم کردید، لطف کنید بدید. دوم، در رابطه با بنیاد ایران و کانادا، دو نفر هستن تو اینجا، اسم این دوتا رو من نمیبرم، به من زنگ بزنید اسمشون رو بهتون میگم، یه راهنماییتون میکنم شاید متوجه بشید. یه دفعه با این دوتا من یه برنامه لایو گذاشتم، خیلی عالی بود. اون آقایی که آواز میخوند، آهنگای معین رو میخوند و بله از یه نفر دیگه هم که صدا شبیه معینه آواز میخوند، خیلی قشنگ میخوند. یه آقایی هم بود کیبورد خیلی عالی میزد. با اینا این بنیاد ایران و کانادا قرار میگذارن که 1400 دلار پول به اینا تقدیم کنن. ممنونم که پیام میگذارید دوستان عزیز و بینندگان گرامی. برنامه متعلق به خود شما، صدای شهر به گوش شهر. متاسفم چه گوهرهایی را از دست میدیم اینجوری. بنجامین ایساکی، ممنونم آقای بنجامین عزیز. بله بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خیلی عذر میخوام، همیشه دوربینم میفته ولی الان خودم نیفتادم، خودم هستم. ممنون خانم نگین که برنامه رو نگاه میکنید. بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، به دو تا هنرمند به جای اینکه 1400 دلار بدن 1000 دلار چک مینویسن. 400 دلار از این دو نفر کم میکنن. چرا؟ این دو نفر رو من خیلی خوب میشناسم، آدم های بسیار هنرمندی هستن. یکیشون عضو یک فدراسیون یعنی هم انجمن توی ایران بوده و خب تازه اومده بودن اینجا. اون آقایی هم که کیبورد میزنه خیلی وقت داره کیبورد میزنه. حالا خانم فیلسوف نازنین و عزیز که به من میگید اگر ادامه بدم عدست من شکایت میکنید، برید عدست من شکایت کنید. من عنوان یک مدیا باید این حرفا رو بزنم، باید صدای آدم ها باشم، باید صدای هنرمند ها باشم. چون وقتی یه هنرمند بهتون رجوع میکنه، دارید سر پول باهاش کلنجار میرید، سرشو کلا میذارید که پول بهش کم بدید، بعد دازه پولی هم که قرار بوده به این دوتا بدید نمیدید، کم میدید. آخه چرا نازنین؟ این فرهنگه به نظر شماها؟ من دارم حرفامو میزنم، اونا میترسن حرف بزنن، اونا نمیخوان بیان جلوی دوربین وایسن حرف بزنن. شاید ارزشی برای کسایی که این بلا رو، بل اینو بلای دیگه. من یادم یه جایی رو میخوندم توی تاریخ هستین، انگار ناصرالدین شاه یه کسی که به سلام میمیره، یه استاد حسین نقاش 2 سال کار میکنه مجسمه اون آقا رو، شاهنشاه رو میکشه، بعد در طرف دربار بهش 100 دلار پول میدن و این آدم از دق. سلام عرض میکنم خدمتون خانم فراز، خیلی ممنونم ازتون. این برنامه صدای شهر به گوش شهره و در رابطه با مافیای ونکووره. کسایی که توی ونکوور هستن به اسم کار فرهنگی به هموطنای ما توهین میکنن. برخوردهای اولیشون اصلا فرهنگی نیست، انسانی نیست. تازه وقتی حرفم میزنن رو حرفشون وای نمیسن. من اومدم اینجا جلوی این دوربین سباشو ایستادم. من سبا تبار هستم، سباشو یه مقدار با من فرق میکنه. خانم فراز دوست دارید بیارمتون لایف صحبت کنید؟ شما هر کس دوست داره بیا توی این برنامه حرف بزنه، صحبت بکنه، من خدمتشون هستم. این برنامه صدای شهر به گوش شهر. آقای چنگیز اسداللهی هم پیانیست هستن، کلاس تدریس پیانو دارن. در ضمن ما یه بیزینس سنتر داریم و سعی میکنیم این هموطنهای نازنین و عزیزمون رو کمک بکنیم. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من این برنامه رو
دوباره فردا شب ساعت 10:30 شب ادامه میدم. اینها اتفاقی نیست که به تازگی در این مملکت میفته. بله بله بله. ببین خانم فراز، دوست دارم بیاد، شما دوست دارید بیاد دو تایی صحبت کنیم الان؟ اگه دوست دارید من یا ریکوست کنید یا من شما رو اد کنم، ولی من به موضوعی که الان شما پرداختید میپردازم. بله اینا فرهنگ شده متاسفانه. تعریف فرهنگ اینه، یه سری عادتهایی که بر اثر گذشت زمان توی حافظه تاریخ ما که از ذهن ما گرفته میشه به صورت عادت در میاد. و من اون دفعه هم خدمتون عرض کردم کانادایی ها با این 156 سال سابقه تاریخی به لحاظ فرهنگی از این زاویه ارتباطات اجتماعی از ما خیلی 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 جلوترن. شما الان توی استارباکس یا خانمی روسری سرشه، یا آقای گوشباره گوششه، یه نفر برصد همجنس گرا هستش، یه نفر هم خیلی شیکه، یا استاد دانشگاه هست، یه موقعایی پیدا میشه توشون، یا هم برصد دانشجوه. همه آدمی رو میتونن تحمل کنن. خب من منتظر میمونم ببینم کسی اگر دوست داره توی این برنامه شرکت بکنه، در مورد حرفایی که من زدم بیاد نظر بده. اگر دوست دارید بیاید صحبت کنید، حرف بزنید، من خدمتتون هستم. اگرم دوست ندارید تشریف بیارید، من این برنامه رو دوباره فردا شب ادامه میدم و مطمئنن این صحبت‌ها، این حرفا به گوش این کسایی که من در رابطه باشون صحبت کردم میرسه. و همچنین کسای دیگه هم هستن که تو این زمینه از وضعیت ما سوء استفاده دارن میکنن. یک گروه از اونها متاسفانه بیزینس های ایرانیه که شما اگر نگاه بکنید اکثر کسایی که دارن با بیزینس های ایرانی کار میکنن از تازه واردین به این شهر ونکوور هستن و چون مجبور هستن، کار ندارن، زبان بلد نیستن، مجبورن برن اونجاها کار کنن. یکی خود اون بیزینس رو میارن پایین برای اینکه توی بیزینس های ایرانی اونجوری که باید شاید با اونا ترنینگ نمیدن، و دو هم به خاطر پول کمی که بهشون میدن خب برای صاحب بیزینس هم خوبه. و خود این در دراز مدت، بله من دارم یکی از پیام‌ها رو میخونم و متأسفانه مردمان این کشور که این همین جوری روی فرهنگ ما حساب باز میکنن. بله خانم فراز عملی عزیز، شما درست میفرمایید. منم به خاطر همین از این آقای عبدی سوال کردم شما بیایید با من صحبت کنید، من ثابت میکنم شما هنوز تعریف فرهنگ رو نمیدونید. زبان فارسی فرهنگ نیست، زبان وسیله انتقال فرهنگه. گرفتن آداب و رسوم تمامی فرهنگ نیست، یک قسمتی از فرهنگه. بعد از شما سوال کرد که به نظر شما چه قسمتی از فرهنگ یکی از پایه‌های اساسی یا چند تا از پایه‌های اساسی فرهنگ میتونه باشه. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، برنامه رو من تموم میکنم با یک شعری از خودم و اون شعر اینه که از گلی باقی ساختن، با آجری کاخی ساختن، از لبخندی تولدی دوباره داشتن، با نسیمی اقیانوسی را یا طوفانی را یافتن. این کیست که از اوج در من با تو سخن میگوید؟ بی‌نیازی در نهایت نداشتن. این کیست که از اوج در من با تو سخن میگوید؟ و اساره تمامی کتب
پیامبران را از زبان لالی یافتن، که دوست بدارید که عشق بورزید، که دوست بدارید که عشق بورزیم، همین شما را و ما را بس است. سباتبار هستم، برنامه فرکانس عشق، ارتباط و زاویه نگاه. شبتون بخیر.